محرومیت های آموزشی در افغانستان و رؤیاهای برباد رفته کودکان، افزایش بی‌سوادی و محرومیت از آموزش آرزوی چند میلیون کودک کشور را برباد داده است. بی‌سوادی آفتی که دنیای صادق و پر از عشق کودکان امروز را تاریک کرده و بار سنگین و طاقت فرسای را بر شانه های مدیران و رهبران فردای کشور خواهد گذاشت. قسمی که امروز تاوان محرومیت های آموزشی در طول سالهای گذشته را پرداخت میکنیم، آیندگان نیز تاوان های سنگین بی‌سوادی کودکان امروز را در بخش های اقتصادی، خانوادگی، سیاسی، امنیتی و حقوقی در آینده کشور پرداخت خواهند کرد. بر اساس اعلام سازمان های تحقیقاتی بین المللی از جمله یونسکو، چندین میلیون کودک در افغانستان به خاطر مسائل امنیتی و جنگ و تحولات و فقر اقتصادی از رفتن به مکتب محروم شدند. چالش مهمی که در 20 سال گذشته با همه کمک ها و بسیج نیروی بشری مهار نشده است. اکنون زمینه ها، فرصت ها و نگرانی های تازه در بخش آموزش کودکان به وجود آمده است. دولت فعلی بر اساس دستورات دینی و قانونی باید زمینه دسترسی کودکان را به آموزش فراهم کند. حال نگرانی ها و امیدواری ها چیست؟ با عوامل محرومیت کودکان چگونه مبارزه صورت بگیرد؟ خطرهای بی‌سوادی بر کشور و دولت چیست؟ به نام خداوند لوح و قلم، سلام و درود به شما بیننده های عزیز. آقای تقی فرهاد، کارشناس مسائل آموزشی و تربیتی، و مصطفی علیزاده، کارشناس سیاسی و حقوقی، در این برنامه زاویه به این پرسش ها پاسخ خواهند گفت. سلام و درود مجدد به شما بیننده های عزیز و ارجمند و خانواده های نهایت گرامی. باز هم با موضوع در ارتباط به مسئله آموزش کودکان و پیامد های محرومیت آموزشی و آماری که یونسکو اعلام کرده که تعداد زیادی از اطفال در افغانستان از دسترسی به درس و تعلیم و مکتب محروم ماندند، دو مهمان بزرگوار را مزاحم شدیم که در استودیو حضور دارند. جناب آقای مصطفی علیزاده، استاد دانشگاه، و استاد تقی فرهاد، ماستر مدیریت آموزشی و مدیر مسئول لیسه خصوصی عرب شرق. بسیار خوش آمدین، سلام، وقت بخیر داره مهمانان بزرگوار. جناب علیزاده، فعلا نگرانی ها چی هست در بخش آموزش و تو هنوز وضعیت چگونه بوده تا دوره حکومت فعلی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب استاد و مردم رنج دیده و غم دیده افغانستان، و امیدوار هستم که مردم حداقل بتونن امید خود از دست نده و حرکت کنه به سمت آینده روشن. و چیز در قسمت سوال شما چند مسئله و چند موضوع میخوایم واضح‌تر صحبت کنیم، این که ما با کدام سمت حرکت میکنیم، نظام آموزشی افغانستان با کدام سمت حرکت میکنه، آیا این سمتی که ما میریم، این مسیری که میریم، آیا به مسیر درست است یا نه، ما به مسیر اشتباه حرکت هستیم و نظام آموزشی افغانستان متاسفانه با فلج روبروست. ببینید، با سقوط یکباره نظام جمهوریتی که ما داد میزدیم و از جمهوریت دفاع میکردیم، 20 سال مردم افغانستان در پای جمهوریت خون ریختن و دقلی ساده شدن تا بتون از این جمهوریت دفاع کنه، اما یکباره و یک شبه جمهوریت سقوط کرد و هیچ امیدی برای مردم افغانستان باقی نماند تا بالاخره اینکه گروه طالبان وارد پایتخت افغانستان شدن و شهر کابل بدون درگیری و بدون خونریزی تصرف کردند و آمدن روی کار شدن و کابینه 33 نفره خود اینها اعلان کردند که متاسفانه در این کابینه هم از یک تعداد بخش سیاسی مشکلات خاص خود داره که نمیخوایم وارد او بحث شویم. اما در بحث این که نهادهای آموزشی در این دوره با چه مشکلاتی خواهد روبرو بود و آیا وزارت معارف و وزارت تحصیلات که دو ارگان اساسی و دو ارگان مهم برای طالبان هستند که اینها میتواند این نهادها را کنترل کنه و حداقل نسل جوان و نسل آینده افغانستان باید با تعلیم، با علم پرورش بیابد. امروزه گروه طالبان با روی کار آمدن و با تشکیل دولت و کابینه خود در تلاش است وزارت معارف و وزارت تحصیلات یک برنامه مدون باشد. درست. ما میخوایم اولا روی برنامه اینها بهم صحبت کنم، بعد از این که ما در چه جایگاهی قرار داریم. ببینید، نظام گذشته افغانستان متاسفانه مشکلات خاص خود داشت، اما با مشکلاتی که داشت یک روزنه امیدی از سال 2001 برای مردم افغانستان باز شد. مردم افغانستان بخصوص قشر جوان ما حرکت کرد به سمت علم، به سمت دانش، به سمت تخصصگرایی. حرف شما این است که طبق روایت از حضرت علی که فرزند را بر اساس شرایط زمان باید تربیت بکنه و بر اساس شرایط حاکم. اگر ما بیم به پایبند دین و اصول دین اساسی باشیم،
اگر به او بر بگردیم ما پیشرفت میکنیم، ما به سمت توسعه آمدیم. اما اگر اسلام اساسی رو تعریف کنیم، اسلام از خود برای آموزش، برای پرورش اصول داره، ارزش داره، راه داره، طریقه داره که اگر او طریقه رو دنبال کنیم ما به خوشبختی میرسیم. بسیار جناب استاد فرهاد، شما سهم ارزنده ای در پرورش روشنایی در افغانستان و اطفال گرفتین و مسئول یک مکتب هم هستین، تو هنوز دستوردها چی بوده و فعلا نگران چی هستید با اعلام آمار بلندی بسوی در بین کودکان؟ به نام خدا هم عرض سلام ادب خدمت شما، خدمت استاد علیزاده و بینندگان خوب شما. نظر به اعلانی که یونسکو داشت از سال 2001 تا 2021، 20 سال را که ما در یک دوره که روی نظام آموزشی هم کار صورت گرفت قرار داشتیم، از لحاظ کمی و کیفی دستاوردهایی را داشتیم ما شما در افغانستان. البته مشکلاتی را هم داشتیم نظر به شرایط و زمانی او وقت، اما دستاوردهای را ما شما در بخش آموزش کودکان، زنان و همینطور حتی بزرگسالان در بخش‌های مختلف، چه در بخش‌های نظامی بوده چه در بخش‌های ملکی، حتی زمینه سواد آموزی و سواد خواندن و نوشتن که بسیار یک بخش ابتدایی و در این حال ضروری سواد هست، اینا ارائه شد، در حالی که امروز بحث سواد خواندن و نوشتن اصلا سواد محسوب نمیشه. خیلی از شاخصه های دیگه ای داره که باز هم یونسکو روی مسئله حرف های را داشته. اصلاح سازی نظام ها یک امر معمولی و منطقی در همه نظام ها از نظام های در حال توسعه و نظام های پیشرفته محسوب میشود که در این قسمت هم افغانستان و معارف افغانستان نیازمند یک سلسله اصلاحات بود و فعلا هم هست که به شکل منطقی و مطابق شرایط روز و نیاز جامعه با اینا برخورد شده، اصلاح سازی صورت بگیره، غنی سازی محتوای آموزش اینا صورت بگیره و همینطور آموزشی برای معلمین اینا فراهم شده. برای فعلا آنچه که نگرانی مردم را، خانواده ها را و دانش آموزا را تشکیل میده، آینده گنگ و نامعلوم فعلی هست که هنوز برای شما چیز مشخص گفته نشده سوی دولت فعلی. بله، یک از خوشبینی ها و یک از خبرهای خوش ای بود که سنف اول تا ششم را آغاز شد برنامه های درسی. اما نگرانی عمیق بحث دوره متوسطه و لیسه هست. این یکی از مباحث بسیار مهم هست، چون ما قبل از امارت اسلامی 2 ماه رخصتی قرنطینه را داشتیم، بعد از او هم 1 ماه هست که در جریان تغییر و تحولات سیاسی دوره متوسطه و لیسه رخصت هست. سال گذشته هم که با 40 روز درس خواندن 9 ماه تعلیمی را ما پشت سر گذاشتیم و 1 سنف ارتقا کرد دانش آموزا. با توجه به این بک‌گراند نه چندان خوبی سال گذشته و ماهای گذشته، برای فعلا این نگرانی عمیق‌تر شده و متاسفانه ناامیدی و بی‌انگیزگی برای فعلا در بین جامعه و در بین والدین و دانش آموزا زیادتر و زیادتر شد. هنوز مشخص نیست که در آینده شما چی برنامه های برای کلان سال ها داشته باشین برای شاگردایتان؟ چیزی مشخصی از سوی امارت اسلامی گفته نشده، آنچه که در مورد دانشگاه ها گفته شده بود در قبل که سنف 7 به بالا هم باید سنف های ذکور و اوناس جدا شود، که البته او در قانون معرف از قبل هم موجود بود، یعنی سنف 7 به بالا عملا جدا بود قبل از این هم. حتی بسیار از مکاتب بود که از سنف اول یا سنف 4 کلن تایم ذکر اوناس جدا هست، در چی دولتی و چی در مکاتب خصوصی. بحث دیگه ای که در او قسمت شدیدن باعث نگرانی خانواده ها، دانش آموزا و مکاتب شده، جداسازی استادای ذکر و اوناس از سنف 7 به بالا هست. یعنی چیزی که قبلا گفته شده، هیچ استاد مرد در سنف اوناس و هیچ استاد اوناس در سنف ذکر از سنف 7 بالا تدریس نکنه. این یک مشکل بسیار جدی هست که ما حتی در سالهای گذشته استاد اوناس در مضامین اساسی و مضامین ساینسی و مضامینی که روی مهارت‌های بسیار بسیار ضروری روز کار میکند و باعث پیشرفت افغانستان و باعث عظیمش که افغانستان بتواند نظر به شرایط روز با همسایه های خود، با جهان وارد دنیای رقابت شوند و بتوانند وجود خود را و
استقلالیت خود را و جایگاه خود را در بین کشورهای همسایه و جهان ثابت بکنند. در این قسمت قبلا هم کم بود بوده و برای فعلا هم کم بود هست. صحبت هایی که با ریاست معارف هم صورت گرفت از آدرس اتحادیه ها و شورای مکاتب خصوصی روی این مسئله بوده که حداقل امسال ما وقت بسیار کمی را داریم، این دو ماه وقت داریم، در این دو ماه حداقل امارات اسلامی اجازه بدن که استادای ذکور در صنف 7 به بالا تدریس بکنن در صنف دخترها، بعد مکاتب در زمستان 3 ماهی که وقت دارن با مشوره و همکاری ریاست معارف روی ظرفیت سازی استادای اوناس کار بکنن و برای سال آینده این برنامه عملی شد. جناب آقای الزاده صاحب، روی اصلاحاتی که جناب استاد نام برد چقدر کمک میکنه به نظام معارف یا چی خطرهای رو متوجه میسازه در بعد داخلی و بین المللی که نظام معارف افغانستان چگونه باید باشه؟ ببینید، بس اصلاحات در هر جامعه و خصوص نظام آموزشی یک جامعه زمانی که سالم باشد نسل بعدی سالم میاد. اگر خدای نخواسته نظام آموزشی ما فلج باشه و در او تعصب تبعیض وجود داشته باشد، نسل بعدی متاسفانه رو به وخامت است و ما نمیتونیم روی زوی حساب باز کنیم. اصلاحات یکی از بحث های اساسی است که باید ایجاد شود در نظام آموزشی افغانستان، به خصوص در دو سکتور، در وزارت معارف و وزارت تحصیلات که دو ارگان اساسی و پایه علم و دانش افغانستان هستند. اگر اصلاحات در اینها ایجاد نشد و ما باز هم به اون مسیر سابقه حرکت کنیم، متاسفانه به جایی نمی‌رسیم و هر آن چیزی که ما شما حرکت کنیم بی‌فایده خواهد بود. ببینید، بحث این که اصلاحات در کوتاه مدت امکان پذیر نیستن، چیزی که جناب استاد مطرح کرد این که امارت اسلامی و گروه طالبان معتقد به این مسئله هستن که دیگر خواهرای ما حق ندارد با در صنف برادرها تدریس کند و یا برادر حق ندارد در صنف خواهر خود تدریس کند، در یک مثلا صنف 7 به بالا. این یک بحث است که در کوتاه مدت امکان پذیر نیستن. ما در چه شرایطی امروزه یک شبه نمیشه ما بریم استاد تربیت کنیم و این استاد تخصص داشته باشه در مضمون بیولوژی، جیولوژی، هر مضمونی که هستن، این یک شبه امکان ندارد. این نیاز به یک برنامه دراز مدت دارد، پس نیاز به زمان دارد. این سال تعلیمی با مشکلاتی که استاد مطرح کرد، کرونا و موضوعات دیگری که به وجود آمد، بحران سیاسی که در افغانستان به وجود آمد، معلمین و دانشجویان، دانش آموزان دلسرد از علم و دانش شدن. چون آینده مسیری که زمان شما میبینین، اگر مسیر یک چراغ باشد، یک روشنایی باشد، شما حرکت میکنید به او سمت، اما هر آن چیزی که ما پیش رفت را هستیم به سمت تاریکی، به سمت نابودی حرکت کرده هستیم. بله. پس اصلاحات باید ایجاد شود، اما اصلاحات با توجه به زمان و در دراز مدت. این سال تعلیمی گذشته، اگر سال بعدی هم با این مشکلات ما روبرو شویم، باید امارت اسلامی رو بقبوله، این قبول کنه برای خود، چون نمیتونیم یک شبه استاد تربیت کنیم. ما نیاز داریم تا تخصص گرایی در افغانستان ایجاد شود. متاسفانه نظام آموزش افغانستان یک چیزی که کمبود داره تخصص گرایی است. یک انسان یک تخصص داره. امروزه تخصصی که ما دارم یا به جناب استاد داره که از دیگر داره، نمیتونم در حوزه دیگر برم تدریس کنم، چون علمی که ما آموختیم به یک حوزه خاص بوده. بله. به یک حوزه بوده که من میتونم در او درایت داشته باشم، اما نمیتونم من برم هم بیولوژی درس بدم هم کیمیا درس بدم. در نظام گذشته، در نظام معارف سابقه که آقای غنی رهبری میکرد، ما داشتیم آنچه من فکر میکنم ذهن ما است، برای یک جوان 12 سال تا 18 سال 16 مضمون 20 مضمون اضافه است. درست. ببینید، جیولوژی، بیولوژی، فیزیک، پشتو، دری بی، درست از مضامین ما زیاد کرده رسیم، در حالی که معسل توانایی برداشت چنین چیز ندارد. شما اگر به دنبال اصلاحات هستین، با اصلاحات از اینجا آغاز کنیم. برای معسل صنف 12 شما 5 مضمون بانین تخصصی که شما میخواین در آینده چی شوید. معسل ما صنف 12 یا شاگرد از صنف 12 زمانی که بیرون میشه، او در راگومی میمونه، پدرش میگه انجینیر شو، مادرش میگه اقتصاددان شو، یکی میگه برو سیاستمدار شو، در حالی که ما میتونیم این حجم باره که در روی دوش ما شاگردان هستن، روی دوش معسلین که هستن، این رو کنار بگذاریم و این رو دوش اینها برداریم و این رو به دوش دولت بونیم. اما ما متاسفانه اصلاحات هم میگیم، حرف وره گفتن خیلی زیاد هستن، اما متاسفانه گوشی نیستن که باید بشنوند و عمل کنند. ادامه چالش ها و کاهش میزان دسترسی مردم به سواد چقدر بالای اعتبار دولت در بین الملل در کشورهای دیگر تاثیر گذار است و اعتبار دولت پایین میره به نظر شما آقای عزاده؟ ببینید، متاسفانه یک قشر عمده افغانستان در 40 سال گذشته بی سواد بودن. سواد چیزی که یونیسف میگه مطرح میکنه، ببینید سواد خواندن نوشتن نیست. درست است پدرکلان فامیل من میتونه بخونه بنویسه، اما از نظر من با سواد نیست. زمانی که سواد ما افراد بی سواد داشته باشیم، 40 سال در جنگ، 20 سال هم در جنگی، 60 سال ما مکمل عمر ما در جنگ سپری شده. هر چی که ما بی سواد داشته باشیم، جایگاه ما در سطح نظام بین الملل از بین میره. همچنان دولت افغانستان، ببینید زمانی که فرد
دولت متشکل از چی کسی است؟ ما زمان فرد تشکیل میتیم، دو انسان یک خانواده را تشکیل میده، خانواده جامعه را تشکیل میده، جامعه میره به سمت نظام سیاسی دولت. زمانی که فرد بی سواد باشد، خانواده بی سواد باشد، طبعا نظام سیاسی ما و شما بی سواد هستند و جایگاهی ندارد. جناب استاد فرهاد، از نظر شما تعریف که یونسکو داشته یا میزانی که بررسی کرده، منظور از سواد چی هست و چه زمینه های برای باسواد شدن کودک ها در افغانستان باید فراهم شود نیازمند است؟ آنچه را یونیسف به عنوان سواد گفته، اونا بیشتر روی مهارت ها تاکید میکنن. مثلا سواد عاطفی، سواد تکنولوژی، سواد کار با وسایل کامپیوتری و الکترونیکی و اینا، سواد ارتباط برقرار کردن، سواد تعامل و همدیگر پذیری و یک سلسله مهارت های بسیار اساسی و عمده که تا فعلا را هم در نظام آموزشی افغانستان کمتر وجود داشته و کمتر به او پرداخته شده، اما در مکاتب خصوصی تلاش صورت گرفته که بخش از خلاهای نظام آموزشی پر شود و هر مکتبی در حد توان خود کار کرده در این قسمت. بس خواندن و نوشتن از دنیای امروز سواد محسوب نمیشه، به خاطر که ما در ادارات دیگه اون دنیای سابق نمونده که یک نفر لازم باشه یک مکتوب رو نوشته بکنه، این مکتوب رو یک بی سواد بگیره و بره در یک اداره دیگه یک کس دیگه باز بخونه چیزی نوشته بکنه. دنیای امروز تغییر کرده، دنیای 20 سال قبل نیست و نظام آموزشی و نظام سیاسی و نظام اقتصادی که در 20 سال قبل بود برای امروز اصلا پاسخگوی جامعه امروزی نیست و به این اساس سواد ارتباطات بسیار مهم هست، چون که یونسکو هم روش تاکید داره، ارتباط بین مردم و دولت، ارتباط بین دولت با کشورهای همسایش، با جهانی بیرونی. اون از مهمترین مباحث سواد از نظر یونسکو هست که مسئله مشروعیت نظام فعلی افغانستان هم گریه خورده با همین مسئله. و حال چه نیازها مطرح هست بر اساس این وضعیت سواد در افغانستان؟ بحث سواد و آموزش پرورش در یک بنبستی که برای فعلا بند مانده، در ظرف یک ماه دو ماه قابل حل نیست. ما باید نظام آموزشی خود را و سایر بخشایی که قبلا در افغانستان بوده، امارت اسلامی اونا را با امور روال شروع بکنن، ادامه بدن، بعد یک گروه تحقیقی را جور بکنن، آنچه متخصصینی که در امارت اسلامی هست و درست. کسایی که در بیرون از امارت هست و در بیرون از نظام قبلی یا در داخل نظام قبلی بوده، یک گروهی از محققین جور شد و روی نیازهای اساسی و اصلاحات لازم اینا کار بکنن، بر اساس تحقیقات و نیازسنجی که صورت میگیره اصلاحات خود را اعمال بکنن. او هم بحث تحقیق زمان میبره، بحث تجزیه و تحلیل از زمان میبره، بحث تعیین میزان درست بودن و نادرست بودن از زمان لازم داره. اگر امارت اسلامی منتظری نتیجه بشنن بعد به یک بارگی شروع بکنن، ضررات و خسارات از بسیار هنگفت خواهد بود و جبران ناپذیر. ابهت و جایگاه نظام را هم در بین مردم و هم در سطح بین الملل پایین میاره و خود باعث یک مشکل خواهد شد که او زمان جمع کردن این مسئله و سایر مسائل سخت و دشوار خواهد شد. جناب علیزاده، بر اساس پیشنهادهای آقای فرهاد صاحب، شما چی فکر میکنید اگر باز هم مسیر مکتب و صنف ها پر رنگ شد از دخترها و بچه ها، چه تاثیر مثبت برای طالبان داره، برای حکومت فعلی در برسمت شناخته شدن حکومت یا افزایش مشروعیت ملی و بین المللیشان؟ اگر فرض بری بگذاریم که اطفال افغانستان و خردسالای افغانستان، آینده های افغانستان میان به سمت علم و دانش، طالبان نباید از این حراز داشته باشد که اینها دوباره تبدیل شود بر علیه اینها و نظام از دست اینها بگیرد. در افغانستان یک چیزی که اصل است این است که میگه قدرت نباید از دست ما رفت بگیره کسی، چوکی مربوط به میشه. این باید اصل از افغانستان بیرون شود. نسل آینده افغانستان بگذارد اینها علم بیاموزد، اینها دانش بیاموزد و حداقل اینها درک کنند که در کجام کشور زندگی میکنند و از اسلام چی آموختن. از اسلام فقط اسم باقی نمانه، چیزی که ما بر شما گفتم در دو ماه نشه با شما. ما در ده ماه دیگر هم باید به این مسیر حرکت کنیم.
پس اگر طالبان به دنبال یک نظام آموزشی سالم و به دنبال این سکانیدی افغانستان خود ما بسازیم، بعد جامعه تغییر کردن، نظام تغییر کرده، دنیا در چه جایگاهی رسیدن، ما باز هم روی نظام آموزشی با هم توافق نداریم که در کتاب آموزشی باید چه ذکر شود، چه موضوعات ذکر شد. یک بحث بنیادی است، این متوجه باشیم. و شما اگر میخواییم آینده افغانستان بسازیم و افغانستان با صلح و با ثبات بسازیم در کنار طالبان، بدون طالبان نمیشه، چون امروز جز خاک افغانستان است، جز بخش افغانستان است. اگر میخواییم بسازیم، برای هر قوم، برای هر دیب مذهب اجازه بدین شما که حرکت کنه به سمتی که میخواهند و به سمت علمی که اینها میآموزند. علم خدای نخواسته کدام خرابی یا کدام افراطیت نیست که در درون علم باشه. درست. امروزه شما چیزی که پیشرفتی که میبینید، تکنولوژی موبایل که اینها استفاده میکنند، از برکت علم هستن. پس اجازه بده چرا یک افغانی نتونه، چرا یک افغانستانی نتونه در مقام بالاتر یا در جایگاه های بالاتر در بحث علم باشه؟ چون این چیزی را ما با طالبان اجازه بده. بسیار شکر. با توجه به نگرانی های جناب آقای علیزاده، جناب استاد فرهاد، در جمع بندی اگر ذکر بکنید که انتظارات چیست از دولت فعلی که در این مسیر با سواد ساختن کودکان چه گام های برداشته شد؟ با توجه به 3 یا 4 هفته که گذشت، فعالیت چشمگیری که در قسمت نظام سازی از سوی امارت اسلامی صورت بگیره صورت نگرفته و برای فعلا هم امیدواری ها خیلی کم هست از نظام که نظام بتونه یک چیز بدر بخور برای مردم بسازه، ولی آنچه که نیاز هست که باید روی از او بخش کار شوه، فعالسازی همه ادارات به شکل فوری هست. طالب اگر دنبال ای هست که نظام سیاسیشان در افغانستان پابرجا بمانه و مردم با اینا همکار شوند، همراه شوند، زمینی کار و فعالیت را برای مردم فراهم بسازند و جلوی مردم را از کار کردن، از فعالیت کردن، از آموزش، از تحصیل و کار اینا نگرن، که هم تأثیر در روی آموزش کودکا دقیقاً خرج اونا تهیه شود و این مسئله باعث خواهد شد که مردم دلگرم شوند نسبت به کشور و انگیزه پیدا بکنن که کار بکنن، همکاری بکنن با نظام و نظام زودتر ساخته شود. رخصتی که برای فعلا در قسمت ادارات وجود داره، تعطیلی که در مکاتب دانشگاه ها وجود داره، این خودش طالبا را در یک خلای اطلاعاتی قرار میده و امروز اطلاعات و داده های خام مهمترین بخشی از برنامه ریزی و نظام سازی را در سطح نهادهای کوچک و کلان تشکیل میده. طالبا که دنبال موفقیت در نظام سازی هست، بلامعطل همه ادارات و نظام ها را با همون کارمندهای قبلی که داشته فعال بسازند، نظر به برنامه های خودشان که دارند، این برنامه ها را بتونند برای مو کارمندهای ادارات. اگر کارمندها تطبیق نکردند، تطبیق نتانستند و چیزی که به نفع کشور باعث ترقی و پیشرفت کشور میشه، او زمان میتونن که افراد را جایگزین در قسمت در نظر بگیرن. و برای فعلا متاسفانه ما بخش اعظمی از متخصصین، کارمندان بخشای تکنیکی و آموزش دیده های خود را که 20 سال روی از اینا سرمایه گذاری شده بود، ما اکثریت از اینا متاسفانه از دست دادیم. اینا و آمریکا، کشورهای خارجی که امروز میان ما 20,000 مهاجر میپذیریم، کمتر بیشتر، اینا در واقع پذیرش مهاجرینی درمانده و فقیر نیست، اینها در واقع غاصبین مغزهای متفکر و متخصصین و افراد کار آزموده و با تجربه افغانستان هست. نباید زمینه را فراهم بشه. امارت اسلامی وقتی میگیم بلامعطل ادارات خود را باز بکنن، هدف این است که از دزدی شدن بیشتر متخصصین ما جلوگیری صورت بگیره. گرین کارد آمریکا خود از یک توطئه بزرگ بر علیه متخصصین کشورهای به خصوص در افغانستان که متقاضی خیلی زیاد دارد و این مسئله باعث از این شده که اینو دنبال این باشن که از کشور فرار کنن و برن در یک کشوری که محیط آرام داشته باشه. پس خواست شما یک زمینه زندگی فراهم شد و از فرار جلوگیری شد. مهمترین بس در شرایط فعلی امنیت هست. این امارت اسلامی صرفا ایران نگوین که ما امنیت را برقرار کردیم، دیگه جنگ نیست، انتحار نیست، امنیت فیزیکی را شاید اینا تأمین کرده باشن، اما امنیت روحی روانی مهمترین مسئله ما در بخش آموزش. سرلوحی کار ما محیط یادگیریه.
ما در ابتدا باید محیطی رو برای دانش آموز در سن فراهم بکنیم که هم از لحاظ فیزیکی هم از لحاظ روحی و روانی خود را در امنیت احساس بکنه، جسمن و ذهنن آماده یادگیری باشه، که چنین فضای در همه بخش ها قطعا نیاز هست. اگر قرار باشه شما کار خود را بسیار ماهرانه و دقیق و کارساز پیش ببرید، قطعا شما هم نیاز به امنیت دارین. اگر محصل و متعلمی بخواید که درس خود را به خوبی ادامه بده، تحقیق بکنن، در فکر نوآوری باشن، در فکر ازی باشن که چطور کشور خود را پیشرفت بدن، برای کشور خود چیزایی را بسازن، اختراعات را داشته باشن، مهارت هایی را یاد بگیرن، برن وارد دنیای تکنولوژی شون که اینا بتوانن هم با کشورهای همسایه و هم با کشورهای جهان رقابت بکنن. امروز چرا کشور دیگه مورد حمله قرار نمیگیره؟ چرا کشور دیگه بس تروریسم در اونجا نیست، بس مداخله خارجی در اونجا نیست؟ چون همه مردم یا اکثریت مردمشون از نعمت سواد برخوردار هستند و کسی را اجازه نمیتند که در حریم خاکشان تجاوز بکنه یا بیاین روی برنامه ها و نظامشان تصمیم گیری بکنه. بسیار شکر، امیدوار هستم صحبت های شما که خواسته ها و انتظارات تسلیح جامعه امروز افغانستان هست از طریق راه فردا، تلویزیون راه فردا، رادیو راه فردا و همچنان چینل یوتیوب به گوش مسئولین محترم دولت فعلی رسیده باشن و برسن تا به این خواست ها که خواستیت های واقعی و واقعیت های افغانستان از توجه جدی صورت بگیره. ممنون هستیم از حضور هر دو بزرگوار در برنامه. همچنان از بیننده های عزیز که تا این دم با برنامه زاویه همراه بودین، تا فرصت ها و برنامه های بعدی، الله نگهدار.